بازم مثل همیشه ولاگ داریم. برای اونایی که نمیدونن، سگا سالی باید یک بار واکسن بزنن. الان یک سال میپو شده. توی تلگرام یه سری از این گروه ها هستش که به اوکراینیا کمک میکنن. توی اونجا پیدا کردم یه جا هستش اون سر دنیاست، باید پاشیم بریم برای میپو واکسن بزنیم. فرقش اینه که اونجا مجانی میزنن. خودم بخوام برم بزنم مینیمم باید یه 100 یورو فقط پول کلینیک بدم، چون میپو هم بیمه نیست. همین دیگه، بریم اونجا. مهزیارم قرار اونجا ببینیم، چون برای آز میخواد واکسن بزنه. بریم ببینیم چی میشه. میپو What؟ سلام کن. بیا بری دکتر. برو برانشو میپو حالش از دکتر به هم میخوره. پاشو که توی کلینیک میذاره شروع میکنه استرس گرفتن و دست و پاش میلرزه. کجا میری؟ اینجا. خب اینم منتظرش بودیم، اومد. بریم دیگه. برلین تا حالا انقدر مسافت طولانی منتظر نموندم. از اینجا تا اونجا یک ساعت راه تقریبا، سه تا خط باید عوض کنم. اون ور دنیاست. عشان فکر کنم من این ور برلینم، اونجا اون ور برلینه. بالاخره قطارمون اومد. بریم که رفته باشیم. قطارمون هم تمام شد، الان باید اتوبوس سوار شیم. 3 دقیقه دیگه اتوبوس میاد. فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه راه دارم. 2 دقیقه پیاده روی داریم تا برسیم به کلینیک. مهزیار زودتر رسیده، میگه که باید فرم پر کنیم. فکر کنم واسه اینکه از اوکراین اومدیم، امیدوارم بزنن داخل فیلم بگیریم. کنکوره؟ بردتون مثلا دامپزشکی مجانی. بعدش نوشته پی کش. وای گاد. پس چرا داری پر میکنی؟ چرایی ندارم دیگه. زیر نزن. واسه میپو آب آوردم. من اصلا آز رو نمیدم. کس کرده آز. بهت دروغ گفته، میخواد بیاد عقیمت کنه. رحم معمول قرار بکشی بیرون. Not gonna happen. من برم این فرمه رو پر کنم ببینم بعد چی میشه. واسه میپو پشخارون استخدام کردم. استرس داره، بذاشیمش اینجا. الان دارن واکسناشو چک میکنن که چی بزنن واسه. دارن تمام میشه. چی نمیگه؟ واکسنش نزده. آفرین. یه واکسن دیگه هم باید بزنه. آفرین. خب ما واکسناشون رو زدیم. دوتا واکسن باید میزد. دوتاشو زد. یه قرص انگل هم گرفتم واسهش. میپا آزو دید. از بدبختی اورنج طبیعی میخوای؟ بابا هر چی بود. اورنج جوس طبیعی 5 یورو بود بشه نمیشه. نه طبیعی نباشه خب. این شروری که شایی با پرتقال. از هر چیزی باشه ولی طبیعی نباشه. دو هفته دیگه دوباره باید برگردم میام اینجا. یه واکسن دیگه بزنم. اولش خیلی باحال بود. به مهسیار گفته بود که باید پول بدید. بعد طرف فهمیده بود که اوکراینی، پول نگرفته بود. چون از اولم من این آدرس رو از یه گروه اوکراینی پیدا کردم. از این اوکراینیایی که اومدن اینجا، یه گروه خاص دارن برای حیونا. کسایی که هر مشکلی دارن، مثلا غذا میخوان بگیرن واسه حیونا یا واکسن و از این جور چیزا. اون گروه پرسیدم این آدرس رو دادن. بعد دیگه بهشون گفتیم که از اوکراینی هیچ پول نگرفتن، ولی فکر کنم برای میپو کم کم باید 100 یورو میدادن. فقط 10 یورو پول اون قرص رو گرفتن که واسه معده‌ش دیگه، هر 3 ماه باید بخوره که معده‌شون انگل و اینا نزن. واکسن هم که سالی یه بار دیگه. خب نبا چنگل منگلی برمی‌داشتم. این چیزیه که آقا واسه ما آورده. چیز کیک. حالت خوبه؟ آز یه گوشه کز کرده. من نمیدونم گربه ها چجوریان. نگاش کنید. گریه کرده. نمیدونم معلومه یا نه. می‌بینید چشمش خیسه.
زیاد گریه میکنه؟ بیرون که میره. میپو به محض اینکه یه ذره استرس بگیره گریه میکنه. میپو هم گریه میکنه؟ خیلی بیشتر. تو خونه تنهاش بذاری یا مثلا استرس بگیره گریه میکنه. بچه اومدیم چیزکیک گرفتیم با آب پرتقال. دارم ویدیو میگیرم. چرا قصه سری میخوری؟ بذار کم با کلاس باش. تشنمه پدر سر. جونم میپو. گرمه. عجب چیزکیکیه دلتون نخواد. سری کوف کنیم بریم خونه. آز ناراحت. پدر. آ ببخشید. سم باش. من خیلی تازه است. چند تا واکسن زدی میکرو؟ دو تا. اصلا نمیدونم چه جوریه. تو پرای سالی یه بار میزنم. اومدم توی لهستان گفتش که توی اروپا باید یه واکسن اضافی بزنی. الان بهش نشونم گفت اون واکسن هم همون واکسن بوده. نمیدونم اصلا چه چیزی دارم میزنم. دو تا دونه زد کوچیک. گفت دو هفته دیگه بیا باید یه دونه واکسن دیگه بزنیم. برای تو هم 25 چهارنیه بعضا. ما تو اونجایی که میتونیم برنامه هم رو طوری میریزم دیگر نبینیم. منشی به چشم خواهر آلمانی چه منشی. ببین روی دیواره آلمانی نوشته نمیتونم بخوام، ولی 1928 نوشته. به نظرت 1928 اینجا میتونسته تا الان کار کنه؟ اون من نوشته 1897. 1897 این یارو به دنیا اومده. خب 1928 هند وام کندرس میتر پاپا، یعنی دست پاپا رو گرفته برای why you bully me. ولی بهش میخورم خیلی خوشمزه بود آخه. آها یعنی رسیپی خانوادگیشونه. من فکر میکنم به خاطر تجربه شونه اینقدر خوشمزه است. یه چیزی باید باشه دیگه. من زبان آلمانیم خوب نشده ولی لهجه آلمانیم خوب شده. یعنی مثلا کلماتو میخونم میتونم آلمانی بعد بخونم. جدی خوندن چه ربطی به لهجه داره؟ یعنی اینکه اونشو بلد نیستم ولی سبک صحبت کردنشو بلدم. مثلا اینو بخون. Das Familienner Element. Das Familienhorten 48. حالا ارفورگیتر. چرا کلاس ها برام نمیذاره؟ همین که میگی 8 معلومه چقدر تو لهجهشونو بلدی. بچه که بودیم یه شبکه داشتیم به نام RTL. تمام کارتون‌ها رو آلمانی میدید. پورن هم داشتید؟ یه شبکه داشتیم روزا فیلم وحشتناک می‌ذاره. شاو فیلم سوپر. سوپر واقعی یا از اینا که لایو و اینا؟ بعد بابات قفل نمیکرد؟ چرا؟ ولی ماورامو قفل مادر داشت. یعنی اون هر رمزی میذاشت من یه رمز زدم باز میشد. تو از کجا بلد بودی؟ یارو منده ماورامو درست کنه. به تو گفت اگه میخوای سوپر نگاه کنی. نه سوپر. پسورد مادر شون بود. پسورد مادر شون بود. پسورد مادر شون بود. من مادر خوبی داری. مثلا این آدمای کول بود، بال بود. اینم پسورد مادر اینه. یه خاطره فاجعه دارم. مام بزرگم تازه دیدش از دست داده بود. فاصله طولانی می دید. طولانی می دید یا نزدیک؟ نزدیک می دید معذرت. پای راهرو نشسته بود. من رفتم روی شبکه تو 0000. رفتم روی شبکه مثلا 10 ثانیه. گذاشتم قفلو زدم بعد سریع واسم بدون که صدا باشه. شب مامانم اومد خونه. بهش گفت چی داشی می دی بعد از اون؟ اصلا نمیدونم چجوری فهمید. شاید الکی می گفت نمیبینه. واقعا می دید. بودم میشه می دیده. چرا اصلا باید بگن؟ من اگه بابا باشم هیچ وقت نمیرم میگم چی داشتی میگم مثلا اگه نگه تو عرب در میشه آدم بدی میشه دیگه. طرز فکرش هم انقدی که اون گفتن دهن آدمو سرویس میکنه و استرس به آدم میده، اون از راه به در شدن آدمو سرویس نمیکنه. من آموزه فکر که نظر بد بهش دارم. خدا بیامرز تو قبر لرزی تمیاد. به نظر شوخی و جوک حد و مرز داره. نداره نه. منظورم کمدی و جوک و کلماته. آخه یکی بخوای تخریب کنی فکر کنم یه ذره داره. یه معلولو بخوای روش جوک کنی، اگه خودش مشکل نداشته باشه اب نره، ولی اینکه یه حس بدی داشته باشه. منظورم اینه که اگه قصد و هدف ناراحت کردن کسی نباشه. تهش اون خنده و هدف اون خنده باشه حد و مرز داره. آدم عادی نه، ولی میگم یه نفری که مثلا معلوله بخوای باهاش شوخی کنی، بازم مشکل نره. ولی اگه بخوای تخریب بشه مثلا یا روحی اذیت بشه دیگه، خب هر چیزی بخوای بگی، یعنی باید حدس بزنی که طرف جنبش چقدر. برای من اینجوریه، مثلا اون کسایی که معلولن اینجوری هم فکر کنم شوخی باهاشون زیاد جالب. یک تا ده به چیزکیکشون چند میدی؟ من 7 میدم، چون اونی که تو اوکراین خوردم خیلی خوشمزه از اینه. چیزکیکی که مغازه شیر فروشی داره خیلی خوشمزه. بدترین حالت ولاگ اینه که دوربین داشته باشی و میپو، یعنی جفتش با هم باشه. میدی ماشینم اومد سلاطینه تو یه قاب. آقا من رفتم الان باید بریم دوباره همین مسیر که اومدیم و برگردیم، منتظر اتوبوس باشیم و مترو ترامبای. ساعت
3:30 زدم بیرون از خونه، ساعت الان 7. تو این گرما جر خوردم، بعد با میپو رفتنم بیرون اذیت دیگه، فکر کنم وسیله نقلیه سوار شو گرمش میشو. یه چیز دیگه، الان روبروی خونم تازه رسیدم، برم یه چیز درست کنم بخورم، گشنمه یه برم غذای میپو رو بدم. امروز دوشنبه است، ویدیو امروزم باید آپلود کنم، آماده کردم ولی آپلودش مونده. میپو خدافظی کن، خسته شده بچه، واکسنم زده، تا ویدیو بعد فعلا. بایی.